من هیچ وقت زن تو نمیشم، خودت هم اینو میدونی. حتی اگه بریم اون بر دنیا و هیچ کسی نباشه، حتی اگه همه مردم دنیا بمیرن، اگه فقط من و تو بمونیم، بازم زنت نمیشم. الکی داری خودتو خسته میکنی به خاطر یه مش خیال خام. با تو هم میشنوی؟ میخوای از دایید انتقام بگیری؟ واقعا ارزششو داره؟ میخوای زندگیتو نابود کنی؟ ارزششو داره؟ به خاطر یکی نمیخوای همه چیو به باد بدی؟ آره، برای تو حاضرم آدم بکشم و کشته بشم گولی. من تو رو دوست دارم، بیشتر از همه دنیا دوست دارم. شده بپرسی منم دوست دارم یا نه؟ ها؟ چرا نمیفهمی؟ من اصلا دوست ندارم. دوستم داری؟ ندارم. دوستم داری؟ ندارم. دوستم داری؟ ندارم. دوستم داری؟ اگه تو زنم بشی، به خدا که خودمو میکشم. به جهنم. هیچ کس به اندازه من برای تو نمیمیره گلی عزیزم. باید منو دوست داشته باشی. ندارم، ندارم، ندارم. من دوستت ندارم، ندارم، دوستت ندارم. دوستت دارم بردار، من دوستت ندارم، دوستت ندارم، دوستت ندارم. یعنی اصلا اصلا منو دوست نداری؟ حتی یه ذره؟ یکم فکر کن رمزون، اگه تو جای من بودی از خودت خوشت میومد. اگه تو جای من بودی از خودت خوشت میومد. اگه تو جای من بودی از خودت خوشت میومد. خدا کنه اون عوضی رو تا قبل از ظهر پیداش کنی. خدا کنه. خدا کنه به اون دخترک دست نزده باشه. داداش، سیاره زود باش برو تختشو آماده کن. بله آقا، چشم. بودو
آقا یاسین. جانم آقا. همه ی در رو قفل کن. نشنیدین ارباب چی گفت؟ زود باشین. دار. به احمد بگو هرچه سریع تر بره دنبال دکتر. بله ارباب، بریم بریم. عقلی تو از دست دادی؟ چرا برگشتی اینجا؟ مجبور بودم. یعنی چی که مجبور بودم؟ گوش کن ببینم، اگه یه کلمه درباره من به برادرم بگی، قبل از اینکه تهدید کنی یادت باشه که همین الانم ممکنه جونم از دست بدم. هر کاری کردم فقط به خاطر گلی بود. فهمیدی؟ بگیرش. میخواستی منو بکشی؟ خب بکش. بگیر بکش. گفتم بگیرش. زود باش بزن. گفتم بزن. سگ کثیف. کثافت اشغال. چرا که همچین کاری کردی؟ چطور تونستی؟ چرا گلیو دزدیدی؟ مگه بهت نگفته بودم بهش نزدیک نشو؟ ها؟ اشکال خواهش کنم خواهش کن داداش، مگه نمی کشیش؟ نمک نشناس، برو گم شو. همونطور که آقامون حضرت علی میگه،
شاید بتونی هزار تا دروازه رو فتح کنی، ولی نتونی در یه دل کوچیک رو باز کنی. خدا نگهدارت باشه، خدا از آقا کمت نکنه. ببخشید تو این سنه حیثیت تو بردم پیر من. حلالم کن، حلالم کن، من خیلی خطا کردم. برید سر کارتون، زود باشید. ایشالله که خوب در بیاد. خراب کردی که په لعنتی. ها به این میگم بازی. حالا پولا رو رد کن بیاد. آخه اینم شد زندگی؟ چه تشکی شدی؟ بازی برد و باخت داره دیگه. من دیگه تو بازی نیستم. بازم منتظرت میشم. ببینم بین شما کسی نیست بخواد شانسش امتحان کنه؟ بدونی خدا بدهکارا رو دوست نداره. چرا من میخوام بازی کنم؟ بیا ببینم چی داری پیر من. خب بازی شروع کن. از صبح هر چی انداخته برده، این چقدر خوش شانسه. محال همش کار شانس باشه. پول هر کی تو سلول بوده رو برده. شیطونه میگه برو جلو باش بازی کن و هر چی پول داره ازش بگیر. از جا تکون نخوری ایلماز. واسه خودتا ملکی دنباله درد سر نکرد. چیزا نگران کننده نیست، فقط خسته است. اگه تو تخت بمونه و چند روزی هم استراحت کنه حالش خوب میشه. بهش دارو نمیدید؟ نه لازم نیست، فقط باید یه حموم داغ بگیره همین. ممنونم دکتر، بفرمایید. واقعا لطف کردید. خواهش میکنم. شنیدی که دکتر چی گفت؟ نباید از تخت بیای بیرون. اون که چیزی حالیش نیست، تا بعد از اون حالم خوب میشه. سیاره وقت کار تمام شد تموم آماده کن. کلی باید حسابی دوش بگیره. چشم آقا، حتما. همه سوپتو میخوری هم، بعدش هم میری حموم و میگیری میخوابی تا حالت بهتر بشه. متوجه شدی چی گفتم؟ بله آقا. خوبه. دختر منو دیده آقا یاسین، میدونه دست منم تو کار بوده، احتمالا همین الان به برادرم میگه. رمزون چی؟ رمزون چی میشه؟ میخواستی چی بشه؟ همین که برادرم نکشتش باید خدا رو شکر کنه. اما شما رازیش کردین دختره رو بدوزه. شما منم تو این کار دخیل کردین. ببخشید خانم، ولی شما دارید همه رو آلوده به این گناه میکنین. اگه اینجوری بود که میگی الان نمیومدم باهات حرف بزنم آقا یاسین. ببخشید خانم، ولی من دیگه از این به بعد به شما کمک نمی کنم، با اجازه. آقا یاسین، اگه گلی حرف بزنه هر دومون تو درد سر می افتیم. تو قبل از این که من به دنیا بیام اومدی به این مزرعه، یعنی باید به خاطر یه دختر به درد نخور اخراج شی؟ تو برای اینجا خیلی زحمت کشیدی، سخت کار کردی. همونطور که گفتم دیگه بهتون کمک نمی کنم خانم. از این به بعد خودتون تنهایید، منم کلی کار دارم، باید برم.
اینطور که معلومه به حرفای دکتر گوش نکردی و بازم داری کارهای خودتو انجام میدی. قرار بود برم حمام که رفتم، به حرفت گوش کردم. آره گوش کردی، ولی اینجوری سرما میخوری. نه نمیخورم، غمت نباشه. من نبودم ناراحت شدی؟ معلومه که ناراحت شدم، فکر کردم از مزرعه رفتی. آها، پس یعنی به خاطر این که از مزرعه رفتم ناراحت بودی، نه به خاطر این که از پیش تو رفتم. خب ممکنه اینطور باشه. اولش فکر کردم خودت گذاشتی رفتی، فکر کردم ترکم کردی. آخه چرا باید فرار کنم؟ منه که به زور نگه نداشتی. اینجام چون خودم دوست دارم، میخوام کنارت باشم. هنوز متوجه نمیشم رمضان چطور تونسته همچین کاری بکنه، چطور جرأت کرده. فقط اون نبوده، یه نفر دیگه هم. چی شده خواهر؟ پلیس پشت خط داداش، درباره رمضانه. هر جور دلت بخواد میتونی درباره من فکر کنی، ولی من همه این کارا رو به خاطر برادرم کردم. راست میگی؟ خواهش میکنم، بعد از مرگ زنش برادرم دچار یه سری مشکلات روانی شد. هر روز تو توهماتش اونو میدید، پاک دیوونه شده بود. یه مدت هم دارو خورد ولی هیچ تأثیری نداشت، تا اینکه یه روز تو سر و کلت پیدا شد. من اومدم اینجا بهت التماس کنم که به خاطر حال برادرم هم که شده این کارو نکنی و هیچی بهش نگی. باشه، من بهت بدی کردم، تو تلافی نکن و باعث جدایی ما نشو. هیچ کس پشت خط نبود؟ مطمئنی از اداره پلیس بود؟ آره، خب احتمالاً قطع شده داداش. یعنی چی کارم داشتن؟ نه عصب کن، نرا، بمون بمون. داشتم با گلی درباره رمضان و اینکه چطور جرأت کرده همچین کاری کنه صحبت میکردم. بهش گفتم رمضان جرأت نداره همچین کاری بکنه و اونم قبول کرد. مگه نه گلی؟ بله آقا. پس به نظر تو کی تو این کار بهش کمک کرده؟ خب من خب بگو. آقا حافظ؟ آره امکانش هست. رمضان همیشه به حرفای اون گوش میکرد، درست نمیگم؟ آره مهم نیست، من میرم اداره پلیس باهاشون صحبت کنم. به سر رمضان چی میاد؟ میندازیش تو زندون؟ نه، از مزرعه انداختمش بیرون. کاری که لازم بوده انجام دادم، از این به بعد دیگه نمیتونه بهت نزدیک بشه. ولی اگه تو بخوای ازش شکایت کنی. نه نمیخوام، خود خودش حسابشو میرسه، هر کاری میخواد بکنه، ولی دورو بر من نپلکه. خیلی خوب، هر طور راحتی. بیا بریم حالیده، بریم تا گلی استراحت کنه. خدا
فکر کن رمز. اگه تو جای من بودی از خودت خوشت میومد. دویستم پنجتم بابا حال میکنی پول چند تا بچه رو بردی دیگه؟ آره به من چه که ملت میخوام پولشون رو ببازن. تو هم اگه خیلی ناراحتی بیا پولشون رو پس بگیر. بیا ببینم چند مرده هن لجی. بسته نه بابا خوشم اومد. میبینم که رفیقمون اصلا نمیخواد کم بیاره. بیا تحویل بگیر. حالا کم آوردی. ببین بچه بار اول درسشو یاد بگیر، بعد بیا با بزرگترت بازی کن. خوش کردی. مگه بهت نگفتم دور برش نگرد؟ از کجا میدونستم آخه؟ من همیشه تو این کارا خوش شانسم، ولی جلوی این عوضی خیلی بد شانس بودم. اصلا به شانس ربطی نداره. یعنی چی؟ منظورت اینه که تقلب میکنه؟ حتما تاساش جیوه داره. اگه اینطور بود نمیذاش که من اول بندازم، اول خودش میریخ که از خودش مطمئن شه. تازه تو این سلول یه عالمه آدم حرفه‌ای هست، اگه بود اونا میفهمیدن. اگه دو جفت تاس باشه اون وقت هیچ کی نمیفهمه. یعنی چی؟ صبر کن امشب خودت میفهمی. برو به ازمیری بگو هر طور شده امشب از دکتر چند تا قرص خواب بگیره. ایلماز میخوای باشون چی کار کنی داداش؟ بهت که گفتم امشب میفهمی. من که متوجه نمیشم آقا مظفر. دیروز میخواستین رمزون رو بکشین اما امروز اومدین اینجا و میگین ازش هیچ شکایتی ندارید. من وقتی عصبانی میشم نمیفهمم چی کار میکنم. کش دادن این موضوع اصلا فایده ای نداره قربان. من شکایتمو پس میگیرم. اما خانوم گلی چی؟ ایشونم همینطور. چون این شکایت هنوز به دادسرا ارجاع نشده بهتره همینجا همه چیزو تمومش کنیم. خیلی خوب باش. چون رمزون خانومو صحیح و سالم برگردونده پس دیگه هیچ مشکلی نیست. امیدوارم هیچ وقت هیچ مشکلی پیش نیاد. ببخشید که اذیتتون کردم. خواهش میکنم، وظیفه‌مون بود. خداحافظ. خداحافظ.
عبدال، یه چایی دپشه دیگه بیارو بزن به حسابم. دیگه چایی نداری؟ پاشیم بایستیده هم از ایا خبردار؟ مگه نمیبینین کی اومده تو قهوه خونه؟ خواهرزاده آقا مظفر رمزون اومده. خوبه بدونین که اون دیگه دایی من واقعا؟ آره؟ من مثل سگ پاسوخته از دایی خودم میترسیدم، ولی جلوش وایسادم مثل مرد. ها؟ بهش گفتم دایی، دایی حرومزاده من، آخه چطور میشه تو با عروس خواهرزادت رابطه داشته باشیم؟ بعدش هم دختره رو دزدیدم. اون حافظ ننه همدم منو به دایم فروخت. به دختره نگاه کردم، فهمیدم که دیگه زن من نیست، یه پتیاره کثیفه. برای همینم برش گردوندم پیش دایی جونم و گفتم چیزی که مال خودت رو پس بگیر، برید با هم خوش باشید جهنم. چو به داییت گفتی؟ فکر کردی دل و جرأتشو ندارم؟ معلومه که میتونی آقا را بتون از این بیشترم میتونی. ادامه بده. همین دیگه، اون ناکسم برام هفتیر کشید. بهش گفتم مرد واقعی، آدم مگه رو خواهرزادش اسلحه میکشه؟ بعد هفتی رو از دستش گرفتم. چی داشتم میگفتم؟ بعد هفتی رو از دستش گرفتی. آره کلامت شیری. بعدش هم رو کردم بهش، بهش گفتم گم شدی که تو دایی من نیستی، برو به جهنم درکی. آره دیگه نمیخوام ببینم تا آخر اون. بعدش بهم التماس کرد، بهم گفت اشتباه کردم، منو ببخش. منم بهش گفتم او رو گم شو مردی که یه حارس مسلک ناموز دوز، عروس منو دزدیدی، دستمو که بردم بالام یه دونه خوابوندم تو گوشش، یه دونم کف گرگی حوالش کردم، بعدش یه لگدم زدم. مرد؟ امشب میخوام با آقا مظفر تنهایی شام بخورم. منظورت از این حرف چیه؟ خودت میدونی منظورم چیه؟ نمیخوام امشب سر این میز باشی. اصلا متوجهی چی داری میگی؟ اونی که متوجه نیست تویی. الان همه چیز دست منه. اگه بخوای میتونی بمونی، ولی اون وقت منم همه یه کاری که با رمزون کردی و با جزئیات واسه آقا میگم.
کجا میری خواهر؟ مگه غذا نمیخوری؟ حالم خوب نیست، میرم یکم استراحت کنم. باش. بشین لطفا. اینجا رو ببین، رمزون با دزدیدن دختر از مزرعه نشون داد که یه کمی تو اون سینه‌اش جیگر داره. فکر کنم بالاخونه رو کمپلت داره او اجاره. بله، من که بهتون گفتم ولی شماها باور نکردید. خب حالا چی میشه؟ اگه رمزون با دختر کاری کرده باشه چی؟ مثلا چه کاری؟ خودت میدونی دیگه امو، یعنی اگه بهش دست داده باشه چی؟ اگه اذیتش کرده باشه؟ اگه ارباب دیگه نخوادهش اون موقع چی میشه؟ تازه بهترم هست. اینجوری مسئله حیثیتی میشه و اگه گفتیم چی کار میکنیم ها بگیم؟ میریم پیشش دیگه مگه نداداش؟ آره میریم پیشش، همه چی رو به مظفر میگیم. میگیم دختره رو بدنام کردی، فکر کردی این دختره کس و کار نداره، سایه ما رو سرشه. ما غیرت داریم، سرمون بره ناموسمون نمیره. بس بهتر فردا بریم دیدن مظفر. هر طور شده میخوای همه چی رو بریزی به ما. خیلی جالبی. بزن به سلامتی. بزن دست درد نکنه. نوش جونتون باشه. اتاق آماده کردین؟ حاضر آقا. با من بیا. کجا بری؟ بیا. میخوام از این به بعد تو این اتاق بمونی. ولی آخه این اتاق. خواهش میکنم چیزی نگو. دیگه نمیخوام تو اون اتاق کوچیک مخصوص مهمونا بمونی. من همون جام راحت بودم. میدونم راحت بودی. از این به بعد دلم میخواد تو رو اینجا ببینم و در ضمن تمام کاراتم همینجا انجام بدی. آخه برای چی داری این کارو میکنی؟ تو دیگه مهمون این خونه نیستی، این قشنگترین اتاق این خونه است. تو میتونی از پنجره تمام مزرعه رو ببینی. از اینجا خوشت نیومد؟ چرا، خیلی قشنگه. ولی خب اینجا. ولی چی؟ آخه اینجا مال بهیه خانم بوده. دیگه مال تو. زود باش برو بشین. این اتاقو داد به تو؟ آره آره. چیه، چی میخوای؟ تو سر میز منو تهدید کردی، الان بهترین فرصته که بتونی تهدید تو عملی کنی. سعی کن از این فرصتت استفاده کنی، چون من همه کار میکنم تا تو رو از این خونه بندازم بیرون. و مطمئن باش این دفعه اشتباه اولمو تکرار نمی کنم خانم.
بهت که گفته بودم دو جفت تاس داره. بفرما. من اصلا سر در نمیگیرم داداش. سب کن. به اینا خوب نگاه کن. این دوتا معمولی هن. حالا میخوام با تاسای ابراهیم بندازمشون. جیوه باعث میشه تاس سریعتر از حرکت بایسه. تماشا کردین؟ حالا بذارین بقیه تاسا رو ببینیم. نگاه کن، اینا هم جیوه دارن. ولی من بازم چیزی نفهمیدم. تو انداختی دوتاشم رفت پایین دیگه. صبر کن. ببین، تو این تاسا جیوه تو شماره های بزرگتره، مثل 5 و 6. ولی تو این یکی جیوه تو شماره های کوچیکتره، مثل 1 و 2. تو این بازی ها اگه امتیاز مساوی باشه، نفر اول برنده است. درسته. واسه همینم ابراهیم اول میذاره رقیب تاسو بریزه تا کسی یه وقت شک نکنه. ای ناکس، تاس کما رو میده به طرف. دقیقاً. وقتی حریف شماره های پایین رو آورد، تاسا رو ازش میگیره. بعد اون جفتی که تو دستش رو برمی‌داره و میریزه و میبره. آخه چطوری میتونه تاسا رو یواشکی تو مشتش عوض کنه؟ احتمالا خیلی تمرین کرده. اگه دقت کرده باشی، بعد از اینکه تاسو میریزه هیچ وقت دستشو کاملا باز نمیکنه. ای نامرد روزگار. داداش کاش قبل اینکه پولمو ببازم اینو بهم میگفتی. اگه تو نمیباختی نمیتونستم ثابتش کنم. آه، پس دیگه نباید بذاریم قصر در برات به حساب ابراهیم برسی. به حسابش میرسی. به موقعش. فردا صبح همه چی عوض میشه. وقتی رفتم تو رستوران خیلی شوکه شده بودم. هیچ کس اونجا نبود. مظفر همه ی رستوران رو رزرو کرده بود. مثل یه رویا بود. با لباس سبز جدیدم که پوشیده بودم و گردنبندی که مظفر برام خریده بود، حس می کردم یه شاهزاده‌ام. بعدش نشستیم. همون موقع که وارد رستوران شدم فهمیدم مظفر می خواد چی کار کنه. همش منتظر اون لحظه بودم، لحظه ای که ازم خواستگاری کنه. وقتی داشتیم شام میخوردیم، مظفر پیش خدمت رو صدا کرد و یه چیزی تو گوشش گفت. بعد یه دفعه ارکستر شروع کرد به زدن آهنگ مورد علاقمون، چیک تو چیک.
بعدش هم مظفر یه جبه یه کوچیک از تو جیبش در آورد. عاشق حلقه شدم، درست مثل داستانه یه قدیمی که میگن مثل یه تیک ستاره بود که از بهشت افتاده بود پایین، یه الماس آبی که نشونه یه عشق ابدیه. مظفر به هم گفت حلقه جز میراث خانوادگیشونه و برای همین ارزشش برام خیلی بیشتر شد. بعدش تو چشمام نگاه کرد و گفت با من ازدواج میکنی؟ منم بیدرنگ گفتم بله. چند لحظه وقت داری خواهر؟ بله حتما. میخوام یه چیز خیلی مهمی رو بهت بگم. خب یه تصمیم خیلی بزرگ گرفتم و میخوام تو به تصمیمم کاملا احترام بذاری. من همیشه به تصمیمات احترام گذاشتم داداش. بله میدونم. پس اگه بخوام از گلی خواستگاری کنم که ناراحت نمیشی؟ امیدوارم خوب در مورد این تصمیم فکر کرده باشی. فکر کردم. خیلی خوب. از خودم پرسیدم با این کارم به روح بهیه بی احترامی میکنم یا نه، چون علاقه من به اون چیزی بیشتر از عشق بود. همچین چیزی هم فقط با عشقی که در همون حده میشه جایگزین کرد. کم کم حس میکنم نسبت به گلیم همون حسی که به بهیه داشتم و دارم. من میدونم تو چه حسی نسبت به زنت داشتی، ولی اینو بدون احساسی که نسبت به گلی داری به رسوایی میکشونتت. چرا این حرفو میزنی حالیده؟ چرا به من و گلی یه فرصت نمیدی؟ چرا انقدر با این رابطه مخالفی؟ چون احساس تو نسبت به اون عشق نیست داداش. یه مرد نمیتونه دوتا زنو به یه اندازه دوست داشته باشه. تو شخصیت ضعیف گلی دنبال زنت میگردی، همچین چیزی نمیشه و هرگزم نخواهد شد. چرا متوجه نیستی؟ من تصمیم خودمو گرفتم، برام مهم نیست که قبول میکنی یا نه، فقط میخواستم در جریان باشی. ببخشید بیدارت کردم. نه بیدار بودم. چی شده؟ چرا ناراحتی؟ چیزی نیست. دوست داری امشب بریم بیرون؟ این چند روز گذشته خیلی بهت سخت گذشته، شاید اینجوری یکم بهت خوش بگذره. خب چی بگم؟ لازم نیست چیزی بگی، ولی قبلش ازت یه خواهشی دارم. چه خواهشی؟ با من بیا. میخوام این لباس رو بپوشی، مطمئنم خیلی بهت میاد. خیلی قشنگه. مال بهیه بود، فقط یه بار پوشیدتش. به یه دلایلی من این لباس رو خیلی دوست دارم.
ولی این واسه من خیلی بزرگه. شاید بهتر باشه یه چیز دیگه بپوشم. مشکلی نیست، میتونیم ببریمش پیش مادام ما تا اندازش کنه. ها؟ هرچی تو بگی. خوبه، زود باش بیا، بعد از صبحونه راه میافتیم. بیدار شدی رمضان؟ عارف خان؟ من چطور اومدم اینجا؟ دیشب تو قهوه خونه خوابت برده بود، دوستام نمیدونستن چی کارت کنم، آوردنت اینجا پیش من. اینو بخور، برای معدت خوبه. من باید برم خونه، ببخشید. کجا؟ بچه ها همه چیو به هم گفتن رمضان، بیا بشین کارت دارم. همه سیری سر اون جادوگره عوضیه. کدوم جادوگره میگی؟ حافظ خانو که میشنسی، همونو میگم، اون همه چیو به دایم لو داد. تو بهم گفته بودی دور برش نگردم و آدم خوبی نیست، ولی من اشتباه کردم و حرفاتو نشنیده گرفتم. انسان جایز و خطاست. فراموشش کن، اتفاقیه که افتاده. از این به بعد با تنفر از اون فقط خودت اذیت میکنی، نه اونو. من همیشه حواشو داشتم آقا، همه فکر میکنن اون آدم خوب و مذهبیه. اگرم لب باز کنم و بگم که چه کارایی میکنه، مردم اون حرومزاده رو با مشت و لگد میکشنش و از اینجا میندازنش بیرون، باور کنین. ولی من مسلمونم، دلم نمیخواد که آبروشو ببرم. درسته، ولی رمضان، مگه حافظ به تو گفته که دختره رو بدوزی؟ حق داری که عصبانی باشی، اما منکر اشتباهات خودتم نشو. تا هر وقت دلت خواست میتونی اینجا بمونی، من دیگه باید برم مسجد. اگه گشنت شد تعارف نکن، هر کی دلت خواست بخور. خیلی مردی عارف خان، برام خیلی دعا کن. محتاجیم به دعا. ببین رمضان جونم، بفرمی کاری نکن دوباره تو درد سر بیفتی. سلام مادام. بونژور مسیو، خوش اومدین. حال شما چطوره گلی جون؟ ممنونم حالم خوبه. به کمکتون احتیاج داریم. این چیه؟ این لباس بهیه است. شناختیدش؟ معلومه که شناختمش، خودم دوختمش. آره، باید این لباس اندازه گلی بشه. میتونید تا بعد از ظهر ترتیبش رو بدید؟ حتما. خوبه، تا بعد از ظهر باید همینجا بمونی، میام دنبالت. باشه آقا. روز خوبی داشته باشه. خداحافظ، به سلامت. بیا اینجا عزیز دلم، بپوشش تا ببینم تو تنت چطوره. بفرمایی. حوصله‌ام سر رفته. یعنی هیچکی اینجا جرأت نداره بیاد با ما تاس بندازه؟ پول ملتو بالا کشیدی، بست نبود؟ بازم میخوای بتیقیشون؟ آی بچه تو خیلی داری پر رو میشیم، مواظب حرف زدنت باش. من گفتم حوصله‌ام سر رفته.
هیچکی اینجا نیست با من بازی کنه؟ من هستم. ولی فقط به یه شرط. اگه من بردم باید پول همه رو بهشون پس بدی. نه بابا دیگه چی؟ چیز دیگه میل نداری؟ تعارف نکن بگو. چی شده؟ نکنه حالا تو جا زدی؟ بیا سه تا اسکناس ده لیره میشه 30 لیره. مگه مرد میتونه جا بزنه؟ جمال جان تازه کاری پسر، میخوام یه حالی بهت بدم. بگیر اولش تو بریز. زکی یک با یک جفشیش باختی ابراهیم. تا تقلب کردی. هیچکی نمیتونه تو این بازی منو شکست بده. درسته هیچکی نمیتونست. من البته باز بگم تا وقتی که تاسه جیوه دار دستت بود، ولی من اونا رو برداشتم و تاسه این معمولی جاش گذاشتم. یعنی چی؟ تقلب کردم. منظورم این تو متقلبو به درد نخوری ابراهیم. خلاصه اینجوری شد دیگه. سر تو درد آوردم نریمان، ببخشید. خواهش میکنم این چه حرفیه؟ به نظرم بهتره تو هم انقدر خودتو اذیت نکنی. پس کی میخوای ازدواج کنی ها؟ یعنی چی این حرفا چیه؟ خب راست میگم دیگه، این همه سال خودتو علاف این امارت کردی که چی بشه؟ تو هم بالاخره باید بری پی زندگی دیگه. من حوصله این کارا رو ندارم. یعنی چی حوصله ندارم؟ همین که گفتم. اما شاید یه روز. آها حالا فهمیدم، پس میخوای عاشق بشی. نگران نباش عزیزم، خودم یکی واسه پیدا میکنم. این حرفا چیه میزنی؟ اصلا از این حرفا خوشم نمیاده. باشه بابا، اصلا به من چه؟ از حالا که اینطوره انقدر بشین تا موات رنگ دندونات بشه. باشه بگو بیان تو. سلام علیکم. شنیم. علیک السلام. خیر باشه جمشیر، اتفاقی افتاده؟ هیچ یار باب، شنیدین که دختره رو پیدا کردین؟ آره خدمتون رسیدیم برای عرض تبریکات. در واقع کسی پیداش نکرده، اون خودش برگشته. خودش برگشتی؟ ما شنیده بودیم رمضان دزدیده بودتش و بعدشم برگردوندتش. بهتر اسمشو دزدی نذاریم. میخواسته دختره رو با خودش از امارت ببره، نتونسته از پس گلی بر بیاد و برای همینم برش گردونده.
قربون چون برم، ما که دختره رو دو دستی تقدیم رمضان کردیم، آخه واس چی باید بدزدتش؟ با عقل جور در نمیاد. گفتم که دزدی در کار نبوده. اگه دخترمون نمیخواد با رمضان ازدواج کنه، خب ما باید بدونیم. منظورت از این حرف چیه؟ منظورش اینه که دوست نداره دخترش سربار ارباب بشه. نه اصلا اینطور نیست. گلی یه مقدار چیز سرکشه، شاید یه کاری کنه شما رو ناراحت کنی. گفتم اینطور نیست. از این به بعد گلی تو مزرعه زندگی میکنه. ارباب سوء تفاهم نشه، ولی اگه یه دختر مجرد تو مزرعه زندگی کنه، مردم پشتش حرف در میارن. میدونین دهن مردمم که نمیشه بست. مردم هرچی میخوان بگن. وقتی شنیدن که گلی ازدواج کرده، اون وقت همشون لالمونی میگیرن. خب پس ما دیگه میریم قربان. قربونت برم، خدا حافظ. بای جزی. آقا رمزان رو برای انشالله. بله بله، به لطف شما. چای سبز میخوری پسرم؟ بله حتما. عبدال یه چای سبز برای سالوک رو بیار. باش آقا. خب چی کارا میکنی؟ چه خبر؟ هیچی. امروز حافظو ندیدی؟ نه. چطور مگه؟ همین جوری. آخه دیروز از دستش خیلی عصبانی بودی. چطور میتونم عصبانی نباشم؟ همه فکر میکنن که اون آدم خیلی درستیه. اگه میدونستن که اون چه آدمیه، حتما با تیپ های از اینجا میداختنش بیرون. اگه چیزی میدونی خوب حرف بزن. ما فکر میکنیم اون آدم با خداییه. برو بابا تو، همه دارن مثل تو اشتباه میکنن. خب پس هرچی میدونی به من بگو تو من روشن شیم. هرچی که میدونم و بگم. اون مشروب خور قهاری، به همه زنای محل چشم داره، دعا و جادو جنبل درست میکنه. کافیه یه بازم بگم؟ خجالت بکش، الکی بهش تهمت نزن. تهمت؟ اگه وقتی اون مسته نشونتون بدم، اون وقت چی کار میکنیم؟ چی میگی؟ چی کار میکنیم؟ پس با آویزونش میکنیم، پوستشو خرفتی میکنیم. خوبه، امشب بیاین با من برین خونش تا نشونتون بدم. هر کی مردشه با هم بیاد. میاین؟ میاین. مادام شما بهیه خانمو خوب میشناختی؟ معلومه که میشناختم. اون همیشه با مجله های مد میومد پیشم و ازم میخواست لباسایی که اون تو بود رو بقاش بدوزم. آقا مظفر خیلی دوست داشت؟ بله میدونی، مثل عشق تو فیلم ها و رمان ها بود. اونا همدیگر رو از خودشونم بیشتر دوست داشتن. بهیه خانم مریض شد، مرد یا چیز دیگه ای بود؟ بله، ولی بعد از تصادف تقریبا رو به مرگ بود. تصادف کرد؟ سوار اسب بوده که اسب یه مار میبینه و رم میکنه، اون با اسب پرت میشه توی دره. از اون روز به بعد خانم فلج شد. آخه چه بد. واقعا خیلی بد. اونقدر اوضاعش بد بود که حتی نمیتونست حرف بزنه. یه روز رفتم عمارت دیدنش، وقتی میخواست چیزی بگه باید روی کاغذ مینوشتش، و یه روزم خودکشی کرد. آخه چرا؟ به همین راحتی خودشو کشت؟ چجوری تونست؟
خدمتکارای مزرعه میگن که بهشون گفته وانو پق از آب کنن، بعدش هم گفته که میخواد تنها باشه و همه اونا رو مرخص کرده. بعد از نیم ساعت که میرن بهش سر بزنن میبینن که خانم زیر آبه و متاسفانه خودکشی کرده. چقدر بد. گلیزار بیا بشین سر میز غذا بخوریم تا سرد نشده. من چیزی نمیخورم. یعنی چی که نمیخورم؟ نشنیدی چی گفتم؟ گفتم نمیخورم. تو رو خدا ببین، به خاطر یه دختر به درد نخور باید خودم رو اینجا زندونی کنم. به جای اینکه شکایت کنی بهتره از خانم حالیده ممنون باشی. اگه اون نبود الان باید تو خیابون میخوابیدی. فکر کردی اون دلش به حال من سوخته؟ آره. خواب دیدی خیر باشه خانوم، همه آدمای تو این مزرعه سنگ خودشونو به سینه میزنن. تو هم باید حواست جمع باشه سیاره خانوم، تو این امارت هیچی به حساب نمیمونه، هیچی. خانوم حالیده برای چی باید به تو کمک کنه ها؟ قصهش طولانیه. میدونی که به ارباب درباره یه گلی دروغ گفتم؟ آره. در واقع خانم حالیده داشت برم از اون کمک میکرد تا دختره رو ببرم بیرون. بی خیال دروغ میگی. یعنی چی دروغ میگی؟ حاضرم قسم بخورم. خانم حالیده هم میدونه که دیدمش، چون میترسه به آقا مظفر چیزی بگم هوامو داره. خانم حالیده ها؟ میدونستم رمزون تنهایی نمیتونه همچین کاری بکنه. خدا میدونه احتمالاً حالیده زیر پاش نشسته که دختره رو بدزده. مطمئناً همینطور بوده. چه بد. همه کاسه کوزه ها سر رمزون شکست. من الان میرم پیش حافظ، یه ساعت دیگه در رو یواشکی باز میکنم، بعدش خودتون میبینید که چه غلطی میکنه و چه جور آدمیه. باشه؟ اگه ثابت نکردی چی؟ اگه ثابت نکردم هر بلایی که میخوایید سر اون بیارید سر من بیارید. من دیگه میرم تو. پسرم چرا این ریختی شدی؟ خواب که نبودی؟ نه بابا بیا تو، دراز کشیده بودم. اینه برای الان وردی دیگه. برو لیوانه رو بیاری حالی بکنی. لبولو چه تو که روش مالیده؟ چی بگه؟ با داییم دعوا کردم. نکنه میخوای بگی دخترارم برگردوندی؟ مگه من کار دیگه ای هم میتونستم بکنم؟ دختره یه ذرم از من خوشش نمیمد. ولش کن بابا، بریز بخوریم حالش رو ببریم، بریز. آره. واقعا خوشگل شدی، ولی هنوز یه چیزی کم داری. Mm-hmm.
به همین زودی لوله لول شدی؟ مگه اینجا مسجده؟ به سلامتی؟ میدونی باس چی کار کنیم رمزون؟ چی کار؟ باید باس سلامتی کوشی به سلامتی نرزی که یه فاسه تو خجالت نمی کشی پای این بساطی؟ شب بخیر. خیلی خوش اومدین آقا، بفرمایید. چرا هیچ کس غیر از ما اینجا نیست؟ میخواستم خودمون دوتا تنها باشیم. از صاحب اینجا درخواست کردم و اونم کسی رو آمد. به زندگی من خوش اومدی. کمال ایشالله خدا هر چی میخوای بهت بده. گشنه ها رو سیر کردی. لازم نی، باید از ابراهیم تشکر کنی. اگه پولاتونو پس نداده بود که نمیتونستیم همچین سفره‌ای بچینیم. شکست نفسی نکنده داشت، اگه تو نبودی کاری از دست ما بر نمیومد. داداش یه چیزی واسه داشت کمالمون بزن حال کنه. چشم آقا. هی رفیق،
یکم غذا ببر به اونا هم بده. نمیشه، وقتی ما گشنه بودیم اونا هیچی به همون نمیدادن، بذار بمیرن. حتی موقع جنگم به اسرا غذا میدن. زود باشم کار که میگم و بکن، بهشون غذا بده. Allah'ıma yar, Allah'ıma anam, mavi yazma bağlama. Avlama yar, Allah'ıma anam, mavi yazma bağlama. Çi şey dedeş, be çi fikir mi kanı? Muhammed. داشتم برم نون قدیم رو فکر میکنم موی یاز من تی سولارانم جیگریمی بارانم خواهی چیزی به هم بگی؟ با من ازدواج میکنی؟ گلی وایسا کجا میری؟ چرا اینجوری میکنی؟ منو ببر خونه.
گالی، گالی، تو رو با اون بهیه جونه تنها میذارم. گالی، ما باید با هم صحبت کنیم. گالی، خواهش میکنم این در رو باز کن.